خب نوبت به سخنران بعدی میرسه. آقای علی پورتاش، نامی آشنا برای همه شما عزیزان. آقای علی پورتاش متولدی که از محلات کارگرنشین جنوب شهر تهران هستند و مهمترین اتفاقی که در دوران نوجوانی و بچگی ایشان، کودکی ایشان افتاده، درست شدن کانون پرورش فکری کودکان در محله زندگیشون بوده که به گفته خودشون معجزه‌ای در زندگی ایشون به حساب می اومده. پورتاش در 14 سالگی با ساختن دو فیلم 8 میلیمتری جوایز متعددی را از آن خودش کرد و مورد تشویق فرح پهلوی، شهبانوی وقت ایران قرار گرفت. در همان سن اردوان مفید پورتاش رو به گروه خود درآورد و در 16 سالگی به عنوان بازیگر حرفه‌ای تئاتر در استخدام کانون پرورش فکری کودکان درآمد و به سرپرستی و کارگردانی دان لافون در نوشته‌هایی از بیژن مفید ایفای نقش کرد. علی پورتاش در 18 سالگی یک فیلم 16 میلیمتری دیگری ساخت و در 21 سالگی قبل از انقلاب اسلامی برای تحصیلات به امریکا آمد و دیگر هرگز باز نگشت. او در رشته فیلم از کامیونیتی کالج لس آنجلس اسوسییتد آف آرتس گرفته، لیسانس در رشته روانشناسی از دانشگاه آنتیاک، فوق لیسانس در رشته تعلیم و تربیت از نشنال یونیورسیتی و فوق لیسانس در رشته فیلم و سینما از نورتریج یونیورسیتی، همین جایی که الان هستیم. علی پورتاش 32 سال هست که به حرفه ستایش برانگیز آموزگاری در مدارس آموزش و پرورش شهر لس آنجلس مشغول هست و غالبا کلاس هایی که تدریس میکنه و بچه های ویژه در اون ثبت نام میکنن با ویژگی های فکری خاص. در تمام این سالها او در گروه های مختلف ایرانی و آمریکایی در تئاتر و سینما مشغول بازی هم بوده و عضو سندیکای بازیگران سینمای امریکاست و چندی نقش هم به عنوان جوری، نقش که نه ولی به عنوان جوری در چند فستیوال مختلف هم حضور داشته. علی پورتاش جوایز متعددی از رئیس دانشگاه نورتریج، رئیس پلیس دانشگاه لس آنجلس برای همکاری در دیر پروگرام گرفته و از رئیس آموزش پرورش شهر لس آنجلس هم جایزه دریافت کرده. در نمایش ها و فیلم های متعددی نقش بازی کرده، از جمله حسین تکبلی زاده در محاکمه سینما رکس آبادان ساخته ی هنرمند گرامی پرویز سیاد که اینجا تشریف دادن، نقش دکتر غلام حسین مصدق در نمایش مصدق و مولای تبهکار در فیلم سنگسار ثریا و خالق کاراکتر محبوب سیاسی اجتماعی ننه سلیمه هم هست. علی پورتاش انسانی است آزاده و خودش رو متعلق به حزب سیاسی غیر از حزب دموکرات نمیدونه و ویژگی خودش رو مخالفت با جمهوری اسلامی و طرفداری پروپاگورس از حقوق بشر در ایران و در خارج از ایران میدونه. خانم ها آقایان، علی پورتاش. دوستان سلام. قبل از اینکه چیزی بگم فقط میخوام بگم که خیلی افتخار میکنم که یکی از بهترینایی که باشون کار کردم، آقای پرویز صیاد، عمو جان خودم، امشب اینجا هست. خودش نمیدونه که چقدر ما دوستش داریم، تمام گروه بچه ها. اونجا که واسطه بودم داشتم به خانم سرشار گوش میکردم، راجع به خودم داشتم کیف میکردم، بعد یه دفعه متوجه شدم که خودم نوشتم دستش داده بودم. من آخه ADD دارم، شوخی هم نمی کنم. امشب ADD منو خواهید دید. برای مثال من یه وقت یه موقعی منتظر بودم، نمیدونستم ساعت 11 قراره یه نفر رو ملاقات کنم یا ساعت 1 قراره 11 نفر رو ملاقات کنم. یعنی خلاصه امشب با یه همچین آدمی طرفیم. وقتی راجع به حقوق بشر صحبت میکنیم معمولا باید طرف صحبتمون دولت‌ها باشن، دولت‌های دیکتاتور، برای اینکه با مردم که به هر حال مردم معمولا هم عقیده با ما هستن. ولی امشب چون میگم ADD دارم، اگه زاویه دیگه ای نگاه میکنم، با دولت ها کاری ندارم، چون ما میتونیم تو گوگل نگاه کنیم چه خبره و دوستای دیگه که خیلی از من بیشتر میدونن میتونن راجع به اونا آمار بدن و صحبت بکنن. ولی
حرفی که من دارم با مردم خودمونه، به خصوص مردم ایرانی خارج از ایران و به خصوص مردم ایرانی آمریکا و به خصوص مردم ایرانی لس آنجلس، چون من به این قضیه حساسیت دارم و میخوام تجربه‌ام راجع به فیلم سنگسار سورایا The Stoning of Soraya M بگم. یه گذشته‌ای بهتون میدم، یه خاطره‌ای که بدونین که چرا من با مردم اون سر کار دارم، به خصوص اون جنابی که اونجا داشتن اعتراض میکردن که برمیگردم دقیقا صحبت من راجع به همون این افراد هستن. 1989 آقای سیروس نورسته که یک کارگردان آمریکایی هستن ولی ایرانی که اینجا به دنیا آمدن، فارسیشون خوب نیست، یه فیلمی درست کردم به اسم Veil Threat، تهدید، که از من و بهروز وثوقی خواستن که تو فیلم باشیم و به من نقش یک دیپلمات جمهوری اسلامی تو سفارت که گی بود، هموسکسوال بود، داد و ما فیلم بازی کردیم. ولی فیلم علکی بود، آرتیست بازی بود، تیراندازی از این چیزای علکی بود، چیزی نبود که راجعش صحبت بکنیم اصلا. 20 سال بعد کات 20 سال بعد به من زنگ زد و 2008 که I'm making a movie، دارم یه فیلم دیگه درست میکنم و دوست دارم تو این فیلم باشی و میخوام یه نقش خیلی خوبی بهت بدم، یه مولای تبهکار راجب سنگساره تو ایران. من زود رفتم به اون فیلم علکه که سیروس جان ساخته بود، گفتم ممکنه سناریو رو بفرستی لطفاً، چون از خودم فیلم بازی کنم، ولی دیگه سنگسار اونم اون فیلم لوس رو 20 سال پیش درست کرده بود، حالا میخواد همون آرتیست بازی رو با سنگسار بکنه که تا حالا همچین فیلمی درست نشده، حالا این دفعه ما بریم توی فیلمی که سنگسار اونم با سلیقه. گفت اوکی، فرستاد، خوندم دیدم فیکشنه، حالت فیکشن داره، من درآوردیه، جالبه ولی باور نکردم، ولی نقشه رو دوست داشتم، مولارم خود من بده، من بعدم نمیاد بازی کنم، ولی آخه سنگسار یه چیز مهمیه و راجبه یه مردیه که یه زنی داره، چند تا بچه داره توی یه دهاتی، بعد عاشق یه دختر 14 ساله میشه، میخواد دختره رو بگیره، زنه رو میخواد طلاق بده، زنه طلاق نمیخواد بگیره، بعد میره سراغ یه مولایی، اونجا با همدیگه دسیسه میکنن که این با یه نفر رفته به سر زنا کرده، که اتفاقا شخصی هم که زنا کرده بود مکانیک اون دهاته که آقای پرویز صیادش بازی کرده، اون نقش بازی کرده. و من پیش خودم گفتم اینا من درآوردیه. زنگ زد، So what's going on? Are you gonna do it? گفتم سایرس، سنگسار خیلی مهمه، ما اینجا آبرو داریم تو بین ایرانیا، ما نمیتونیم یه فیلم علکی درست کنیم که آخه من باور نمیکنم یه همچین اتفاقی بیفته. گفت Are you kidding me? It's based on a true story. گفتم I how؟ گفت آمازون بزن Stoning of Soraya M. این کتاب به فارسی هیچ وقت نوشته نشده ولی به فرانسه اول نوشته شده توسط یه آقای به اسم فریدون صاحب جمع که ایرانی فرانسویه، بگیرش بخونش بعد ببین چی فکر میکنی. It's based on a true story. Just do that please. گفتم اوکی. آمازون گرفتم، کتابو خوندم و فیکشن نبود، داکیومنت بود، نان فیکشن بود، یعنی پر از عکس و آمار و اصلا چیز عجیبی غریبی بود. زنگ زدم گفتم I'm in. Please. Yes. Please. Please. I want to do it. This is fantastic. I didn't know that. با آقای صیاد و خانم شوراقداشون و بقیه بازیگرا رفتیم اردن هاشمی، دو ماه اونجا این کارو کردیم و اومدیم. زنگ زد که آره ما این فیلم رو بردیم تورنتو، جایزه بهترین آدینس رو گرفت. گفتم خوبه. بعد فیلم اومد رو کهران، من رو اکران، من خانومم بردم که خانومم آمریکاییه و فیلم به فارسیه به زیرنویس انگلیسی، و خانم آمریکایی بنده زار زار گریه که عجب فیلم قویه این. This is one of the best things you have done, you've been involved with. گفتم پس عالیه، یعنی ایرونیا الان میان، ما به شما افتخار میکنیم، به خانم آقداشو، به آقای صیاد، به بقیه بازیگرا، اصلا ما فکر کنیم عالیه. This is good. وقتی که روی اکران بود همون زمان هم جلوی سفارت اعتراض بود به جمهوری اسلامی، من رفته بودم اونجا، خب ایرانی ها میشناسن میمدن، گفتم الان میان میگن آقای پرتاش مرسی، ما فیلمو دیدیم چند روز پیش، دیدم میگن آقای پرتاش ننه سلیمه کجاست؟
آقای پرداش، بله جانم، این ننه سلیمه شما و چادرتون کو؟ بودم یا امام زمان، ما این فیلمه رو بگیم، باید الان فیلمه رو دیده باشن، باید بیان بگن، اومدن اعتراض، اومدن اعتراض به جمهوری اسلامی. بعد یواش یواش صحبت صداشون در اومد، آقای پرداش، آخه این ببخشید شما همتون هنرمندین، شما آقای صیاد، خانم آقداشلو، همتون هنرمندین، ولی آخه ما آبروی ما رو جلوی این امریکایی با این فیلم دارین میبرین شما. به قول اون آقایی که اونجا صحبت کرد، دقیقا اینشون، ما ایرانی های تحصیل کرده داریم، ما ایرانی های داریم که اینجا وکیلن، دکترن، آخه آدم روش نمیشه به فامیلاشون، فامیلای آمریکاییش بگه برین این فیلمو ببین. حالا خانم بنده که رفت زار زار گریه میکرد، اینا روشون نمیشه به فامیلای آمریکاییشون، دوستای آمریکاییشون، در صورتی که همکارای دبیر بنده، معلما، که وقتی فهمیدن من تو این فیلم هستم، وقتی رفتن فیلم دادن، علی، this is one of the most powerful thing we've ever seen, this is so strong, this is so fantastic, this یعنی آمریکایی واقعا گرفته بودن، ولی ایرانی ما. آقای سعید یه فیلم درست کردن به اسم سرحد، ما حدود 30 سال پیش رفتیم توی میشیگان درست کردیم، فیلم بسیار خوب بود برای علیه جمهوری اسلامی، این فیلم خیلی هم خوب بود، فروشی نکرد. اون وقت ما میخواییم اینجا راجع به حقوق بشر با مردم خودمون صحبت کنیم. من حرف آخرام فقط میخوام با اون جناب بزنم، به آمریکایی اصلا و ابدا مربوط نیست که ما وکیل داریم، دکتر داریم. چیزی که به ما مربوطه اینه که به اون آمریکایی‌ها بگیم ما آدمای بسیار بسیار بدزاد تو اون دولت جمهوری کثیف اسلامی داریم، و از طریق این فیلم هاست، از طریق این تئاتر هاست که باید نشون بدیم. و شما ایرانی ها اگر حمایت نکنید، من فکر نمی کنم پیغام امشب حقوق بشر هم میخواین حمایت کنید. حرف آخر. مرسی. با سپاس از علی پورتاش، سخنران ویژه بخش دوم ما خانم مسیح علی نژاد هستند. مسیح علی نژاد در یکی از روستاهای توابع شهرستان بابل به دنیا آمده است. فعالیت حرفیش را از سال 1380 با روزنامه همبستگی آغاز کرد و پس از آن توانست در خبرگزاری کار ایران ایلنا به کار خود به عنوان خبرنگار پارلمانی و سپس دبیر سرویس پارلمانی خبرگزاری ادامه بدهد. مسیح علی نژاد پیش از خروجش از ایران در روزنامه‌های شرق، بهار، وقایع اتفاقیه، هم‌میهن و اعتماد ملی یادداشت‌ها و گزارش‌های بسیاری را منتشر کرد. او در سال 1375 به خاطر فعالیت در یک گروه دانش آموزی به همراه برادر و همسر سابقش بازداشت می‌شوند و در حالی که باردار بود به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل می‌گردد. شیوه کار و جسارت مسیح علی نژاد در تهیه گزارش‌ها و نوشته‌هایی که در جراید منتشر می‌شد، همواره و در تمام دوران فعالیتش او را درگیر حواشی، دردسرها و فشارهای بسیاری قرار داد. علی نژاد در دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان خبرنگار پارلمانی خبرهای مرتبط با مجلس شورای اسلامی را پوشش می‌داد. در همین دوران بود که پرداخت ایدی 10 میلیون ریالی به نمایندگان مجلس را به همراه دو فیش حقوقی جداگانه نمایندگان در خبرگزاری ایلنا افشا کرد و این اتفاق جنجال آفرین شد و بسیاری از نمایندگان از این افشاگری برآشفته شدند و مسیح را به سبک خودشان نواختند. در پی این رویداد مسیح علی نژاد از پوشش اخبار حوزه پارلمانی منع و اخراج شد. علی نژاد پس از راهپیمایی‌های اعتراضی مربوط به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران با خانواده کشته شدگان حوادث پس از انتخابات سال 1388 مصاحبه‌های متعددی انجام داد و این در حالی بود که حکومت ایران کشته شدن معترضان را در رسانه‌های داخلی تکذیب و انکار می‌کرد.
در نتیجه علی نژاد و انجام مصاحبه‌های صوتی توانست مستند رادیویی به نام 57 تن از کشته شدگان سال 88 را ثبت کند. او پیش از خروج از ایران دو کتاب منتشر کرد، کتاب تحسن درباره تحسن نمایندگان دوره ششم مجلس در اعتراض به رد صلاحیت گسترده آنان برای انتخابات دوره بعدی، و سپس کتاب دیگری به نام تاج خار که مربوط به زندگی خودش و خاطرات روزهای سخت خبرنگاریش در حوزه پارلمانی بود و ماجرای اخراج از مجلس هفتم. علی نژاد دو کتاب دیگر هم خارج از ایران منتشر کرده، کتاب من آزاد هستم که در آن داستان زندگی زنانی که از همسر خود در ایران جدا شدند را در قالب یک داستان بلند نوشته، و کتاب دیگر او قرار سبز که در آن به ماجرای حوادث پس از انتخابات سال 88 با روایت داستانی می‌پردازد. او پس از اتفاقات 1388 که منجر به بازداشت و زندانی شدن انبوهی از روزنامه‌نگاران و بلاگ نویسان و فعالان سایبری در ایران شد، ایران را ترک کرد، به کشور انگلستان رفت و به فعالیت حرفه‌ای خود در آنجا ادامه داد. در اردیبهشت ماه 1393 مسیح علی نژاد در فضای فیسبوک صفحه‌ای با عنوان آزادی‌های یواشکی زنان در ایران را راه اندازی کرد و از مخاطبان این صفحه خواست عکس‌هایشان را به همراه شرح کوتاهی از تجربه‌هایشان در مورد حجاب اجباری و دقایقی که آنان با ساختار شکنی این حجاب را نادیده گرفتند به سخره می‌گیرند را برای او ارسال کنند. این صفحه ظرف اندک زمانی با استقبال چشمگیر کاربران فیسبوکی مورد توجه قرار گرفت و گزارش‌های متعددی از آن در رسانه‌های داخلی و خارجی چاپ شد. صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی که به گفته مسیح علی نژاد تلاش می‌کند تا آزادی‌های پنهانی و یواشکی را علنی کند و به زنان معمولی قدرت بدهد، هم اکنون بیش از 866,000 دنبال کننده دارد و مسیح برای مبارزاتش در راه انعکاس صدای زنان ایران در خارج و مبارزه آنها برای حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی و برابری در این صفحه موفق شد در سال 1393 جایزه حقوق زنان را از سوی اجلاس ژنو برای دموکراسی و حقوق بشر به خود اختصاص دهد. او سال گذشته به طور دائم از انگلستان به امریکا نقل مکان کرد و به تازگی هم برنامه‌ای 15 دقیقه‌ای با عنوان تبلت در تلویزیون صدای آمریکا اجرا می‌کند که پنجشنبه شب‌ها از این رسانه منتشر می‌شود. اخیراً سخنرانی مسیح علی نژاد در کنفرانس بسیار مشهور Women of the World بسیار سر صدا برانگیخته و پوشش فراوانی در نشریات خارجی گرفته. خانم ها آقایان، شما و مسیح علی نژاد. سلام میکنم به همگی، منتظر پاسخم. چون برام خیلی ارزشمنده که به صورت تک تکتون نگاه کنم و با هم حرف بزنیم، نه اینکه من فقط اینجا حرف بزنم. اما من اعتراف میکنم این نوشته طولانی رو من دست خانم سرشار ندادم، برای همین به خاطر طولانی بودنش از تک تکتون معذرت میخوام، و به خاطر اینکه ما از یک کشوری میاییم، همه ما قهرمان پروری میکنیم و آدم ها رو بزرگ میکنیم، همیشه چشم بر آسمان دوختیم، منتظر معجزه ایم یا منتظر اینکه یک کسی قهرمانانه وارد میدان بشه و نجاتمون بده. اعتراف میکنم که این چیزایی که در مورد من گفتن و خیلی طولانی بود منو اذیت کرد، چون همیشه دارم شعار میدم و ادعام اینه که به جای قهرمان پروری تلاش بکنیم تک تک شهروندان قدرت خودشون رو باور بکنن و هر شهروند خودش احساس قدرت بکنه که میتونه منتقد باشه و برای بهبود وضعیت حقوق بشر به تنهایی یک رسانه و یک کوششگر باشه. و اما صحبت‌های خانم مهرانگیز کار. ما وقتی که ایران بودیم یکی از جرایم بزرگمون این بود که مقالات خانم کار رو میخوندیم. من اون موقع ترجیح میدادم همون فحشایی که همیشه میشنیدم، یعنی یه زن فاسد، خراب، فاحشه، این اتهاماتی که در مجلس ایران به پیشانی هر روزنامه نگار زنی که صداش بلنده چسبیده و داغ شده، من ترجمه دادم اینا رو بشنوم ولی به ما نگن فمینیست.
در اون دوره‌ای که هنوز فمینیست بودن و اینکه یکی با صدای بلند بگه من فمینیستم و برای برابری حقوق زن و مرد تلاش میکنم، هنوز خیلی برند نشده بود، خانم مهرانگیز کار برای هممون معلم بود. اینا رو نمیگم که دقت کردین از واژه قهرمانم استفاده نکردم، گفتم معلم به خاطر اینکه ما واقعا ازشون یاد گرفتیم و همون چیزی که الان خودم تلاش میکنم تا به تک تک شهروندان در داخل ایران، کسانی که من باشون ارتباط دارم، بگم رو ما از خانم مهرانگیز کار یاد گرفتیم که هر کدوم به تنهایی احساس قدرت بکنیم. بر همین خواستم صحبتم رو از همون بخشی شروع بکنم که ایشون گفتن ما بیرون ایران خطبه های امامان جمعه رو گوش میکنیم اما مردم داخل ایران گوش نمیکنن، و وقتی هم که میان بیرون به ما میگن لابد شما دیوانه اید که گوش میکنید. من از همه شما اگر جسارت نباشه دیوانه ترم، چون نه تنها گوش میکنم، گوشی تلفن بر میدارم و به همون امام جمعه زنگم میزنم و پرسشگری میکنم. این در قاموس خیلی ها، واقعا خیلی از ایرانیان، دیوانگی تعبیر میشه. و اینکه من چرا این کارو میکنم، من بیکارم، سرم درد میکنه، به چه دلیل زنگ میزنم به احمد خاتمی تا به من بگه غلط کردی شما ضد انقلاب که با من مصاحبه میکنی؟ چرا من زنگ میزنم به امام جمعه اصفهان؟ چرا زنگ میزنم به نمایندگانی که در مجلس پاسخگو نیستن؟ این همون روحی هست که در واقع باید در جامعه و نسل جوان جریان داشته باشه. و امروز وقتی سخنرانان رو میشنیدم که طبیعی هم هست، وقتی تکرار درد، تکرار نقض حقوق بشر باعث میشه که کمی ناامیدی به بدنه جامعه و به تک تک کسانی که بیرون ایران هستن تزریق بشه و احساس کنن که خیلی امیدی نیست. از جمله اول خانم کار شروع کردم تا به جمله آخرش که گفتن ما نیازمند تغییر اساسی هستیم و با تغییر کوچیک هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد، شروع بکنم تا از امید براتون بگم که با همین اتفاقای کوچیک، همین کسانی که هیچ وقت پاسخگو نبودن زله شدن از دست ما. دیوانگی خوش است زمانی که رهبری جمهوری اسلامی فتوای ممنوعیت دوچرخه سواری میده، ولی دختران 20 ساله، دختران 21 ساله و 22 ساله که توانایی تغییر، ایجاد تغییر بزرگ ندارن، سهمشون رو از خیابان پس میگیرن، روی دوچرخه‌هاشون میشینن و خطاب به رهبری جمهوری اسلامی میگن با فتوای شما ما سبک زندگیمون رو تغییر نمیدیم. برای من پارسال هم در همین جمع گفتم هرگز مهم نبوده که جهان رو تغییر بدم، هرگز برام اهمیتی نداشت که بخوام دنیا رو عوض بکنم. همیشه فکر کردم اگر یک آدم رو بتونم عوض بکنم و یک نفر رو تغییر بدم، حتما اون آدم کسان دیگه رو تغییر میده و این ارزشمنده در جامعه. و من این رو تکرار میکنم به خاطر اینکه سیاستمداران ما تکرار میکنن و رأی کسب میکنن، پس ما هم از تکرار کردن خسته نشیم. زمانی که هیچ کدومتون به انتخابات امید نداشتید، من از ایرانی اومده بودم که فقط به انتخابات امید داشتم. شما رو نمیفهمیدم، نه تنها نمیفهمیدم، لحنم تند بود با شما و گمان میکردم شما فرسنگ ها از ایران دورید. حتی واژه‌ای رو هم به کار میبردم که شاید برام سخت باشه الان بگم. فکر میکردم خیلی از ایرانی های خارج از کشور فسیل شدن، نمیفهمن، شرایط داخل ایران رو درک نمیکنن و صاحب نظر نیستن در مورد دردهایی که ما باهاش توی ایران زندگی کردیم. حالا من فسیلم، من بیرون ایران زندگی میکنم و تازه میفهمم تک تک کسانی که از ایران اومدن بیرون یا از ایران انداختنشون بیرون، نتونستن ایران رو از درونشون بیرون کنن و خونه به دوشایی هستن که با کوله باری از تجربه اومدن بیرون و گمان میکنن که اگر سکوت بکنن، اگر حرف نزنن، بیمسئولیتن. و من اینجا همین شهامت رو از خانم سرشار و یک آقای دیگه به اسم فکر میکنم فرجی، حالا اسم کوچیکشون الان یادم رفت، حسین فرجی یاد گرفتم. زمانی که در تلویزیون خارج کشور حضور پیدا میکردم و میگفتم شماها نمیفهمید، شماها صاحب نظر نیستید، بگذارید مردم داخل ایران خودشون تصمیم بگیرن، و بعد از یک سال دیدم که ایشون در یک برنامه زنده ای عذرخواهی کرد از منی که تندتر از خود ایشون بودم، و خانم سرشار که من تازه از ایران اومده بودم، فکر میکنم با ایشون هم کمی تند صحبت کرده بودم،
اصلا هیچ وقت به روی من نیاورد و هر جایی که قرار بود معرفی بکنه حرفی بزنه با لبخند و مهربانی. و من تازه فهمیدم در نسل ما شجاعت عذرخواهی وجود نداره. در نسل ما حداقل از طرف خودم بخوام بگم شجاعت این که تغییر کردیم با صدای بلند هم بگیم تغییر کردیم وجود نداره. ولی من تغییر کردم. منی که باور داشتم به این که باید کلاه سرم بذارم ولی از فسادهای بزرگ مجلس و سیاستمداران پرده بردارم، وقتی خارج ایران زندگی کردم تازه فهمیدم که با شستشوی مغزی تک تک ماها رو به این باور رسوندن که مهم نیست اگر حجاب سرتون باشه، مهم نیست اگر ما پای قانونمون در حریم شخصی شماست، توی رخت خواب شما پای قانون ما هست، قوانین ما تصمیم میگیره برای شما یه زن که چطور زندگی بکنی و شما یه زن اصلا وجود خارجی نداری، حتی اگر بمیری در روزنامه های شهر جای شما دست گل، همون بهتر بگم دست علف میذارن. چرا؟ چون فکر میکنن زن هویت مستقل نداره. و من فکر میکردم اینها مهم نیست. اما وقتی من از خونه بیرون انداختن، یه یک سالی گریه‌زاری کردم، یک سالی هم به شما بعد گفتم که شما نمیفهمین، یک سالی روزه خوندم، ولی بعد به خودم اومدم که ما ملت مویه و مرثیه نیستیم. من از نسلی اومدم که هزاران امید داره، میخواد تغییر ایجاد بکنه، ولی به خطا و اشتباه فکر کردیم تغییر فقط از راهروهای سیاسی رخ میده. حالا عذرخواهی کردم، خودم رو صاحب نظر میدونم که بگم هنوز این اشتباه رو خیلی از ماها و خصوصا ایرانیان خارج از کشور داریم تکرار میکنیم و فکر میکنیم تغییر فقط از روزنه ها و راهروهای سیاسی رخ میده و چشممون فقط به این هست که هر بزنگایی که انتخابات داره در ایران رخ میده ما فقط بیایم راجع به انتخابات نظر بدیم، در حالی که مردم دارن انتخاب شخصیشون رو، انتخاب واقعی رو هر روز توی خیابونای ایران انجام میدن. میدون جنگ مبارزه برای من میدون زندگیه. تفاوت نسل من با نسلی که در رأس و در قدرت اینه که ما اسلحه به کمرمون نبستیم، ما مسلح نیستیم، ما اصلا قرار نیست با کسی بجنگیم، ما قرار زندگی بکنیم. ولی زندگی ما برای کسانی که همیشه تا بن دندان مسلح بودن خطره. الان آتنا دائمی دختر 29 ساله‌ایه که وزارت اطلاعات وارد اتاق خوابش میشه و بازداشتش میکنه. به چه دلیل؟ فقط و فقط به این دلیل که آتنا دائمی یک شهروند مسئول و معترض بوده. و همه ما شاید براش گریه بکنیم، ناراحت بشیم، قصه بخوریم که آتنا زندانیه. ولی واقعا آتنا زندانی نیست. این یه حکومته که زندانی آتناست، زندانی تک تک شهروندهای مسئوله و زندانی تک تک زنانیه که از طریق صفحه آزادی یواشکی مثل آینه دق صداشون رو به گوش دنیا رسوندن. صفحه‌ای که من از روز اول وقتی راه انداختم انقدر براش تحقیر شدم، انقدر براش فوش خوردم، نه فقط از حکومت، از خیلی ها، که آزادی یواشکی نمیشه. در حالی که خب هممون میدونیم آزادی هیچ وقت با صفت نمیاد. آزادی وقتی با یک واژه دیگه و یک صفت دیگه کنار هم دیگه میان مفهوم واقعیش رو از دست میده. ولی جمهوری اسلامی هم مدعیه که ما آزادی یواشکی نداریم. مگه غیر از اینه؟ جمهوری اسلامی هم مدعیه که زن کرامت داره. حتی آقای احمدی نژاد هم وقتی میومد در مجامع بین المللی سخنرانی میکرد از آزادی 360 درجه حرف میزد در ایران، بدون اینکه بدون برگشت درجه اولش. پس وقتی من میگم آزادی یواشکی یعنی این که در ایران آزادی حقیقی وجود نداره و این اصلا درکش سخت نیست. اما من 2 سال تونستم به معتبرترین رسانه های دنیا صدای تک تک زنان و شهروندان عادی رو برسونم و دنیا متوجه بشه که این زنان به یواشکی بودن آزادی معترضن. اما هنوز نتونستم به اون بخشی از ایرانیا که هر روز به جای اینکه شمعی روشن کنن شمع نیمه جان ما رو خاموش بکنن، این موضوع رو براشون جا بندازم که صفحه آزادی یواشکی یعنی قدرت و توان شهروندان عادی که به بدنه جامعه تعلق دارن، مبارز سیاسی نیستن، به هیچ جریان سیاسی و هیچ گروه سیاسی و حتی به هیچ جنبشی تعلق ندارن، شهروندان عادی هستن. و تا زمانی که این شهروندان عادی احساس نکنن که قدرت دارن، احساس نکنن که پرسشگرن،
حکومت کردن بر این جامعه آسون تره و زور گفتن بر این جامعه آسون تره. و فقط خواستم اینجا این رو با صدای بلند بگم بدون اینکه لکنت زبان داشته باشم که در تمام این دو سال وقتی همه جا بحث ناامیدی بود، در رسانه‌های دنیا وقتی همه جا صدای هیس هیس بود و اینکه الان وقتش نیست، صدای تک تک شهروندان عادی بلند بود. زنانی که با صدای بلند دهنکجی و بی‌اعتنایی کردن به فتوای رهبری جمهوری اسلامی. دوچرخه سواری واقعا کجاش مشکله؟ هیچ جاش. حتما یک مشکلی پس رهبری جمهوری اسلامی داره و این رو باید شهروندان عادی بگن، نه من و شمایی که بیرون ایران هستیم. و این از طریق قدرت دادن به شهروندان عادی، استفاده از همون شبکه‌های اجتماعی ممکنه. و نکاتی که خانم مهرانگیز کار مطرح کردن در مورد اینکه چقدر ما مشکل داریم برای طرح و بیان خواسته هامون و پررنگ کردن نقض حقوق بشر در ایران رو من باش مواجه بودم. برای همین میخوام همون سخنرانی که در پارلمان اروپا کردم و چقدر برام سخت بود تا به سیاستمداران توضیح بدم که چرا ما نیازمند این هستیم که در مورد حقوق زن با صدای بلند و خصوصا موضوع حجاب حرف بزنیم، برای شما گذرا و خیلی مختصر توضیح بدم. اساسا ما چرا به جامعه جهانی نیاز داریم؟ چرا ما باید مشکلات خانوادگیمون رو بیرون ایران مطرح بکنیم؟ چرا ما از ایران متنفریم؟ ما میخواییم بد ایران رو به دنیا بگیم؟ چقدر اهمیت داره که یک غیر ایرانی بدونه که در ایران زنان رو سالانه بالای 3 میلیون نفر در خیابون متوقف میکنن، بالای هزاران نفر رو، 18,000 نفر رو در طول یک سال دادگاهی میکنن فقط به خاطر حجاب؟ و چقدر اهمیت داره که ما به دنیا اعلام بکنیم که موضوع حجاب باعث میشه که اگر شما از 7 سالگی نخواهی بپذیری حجاب رو، از تحصیل محروم میشی؟ به دنیا چه ربطی داره؟ و خیلی ها این رو به ما با صدای بلند گفتن که باعث آبرو بردن ایران میشیم در جامعه جهانی. ولی تعارف نداریم ما. کسی که آبروی ایران رو داره میبره همین قوانین عقب مانده رو تصویب کرده و به تک تک ما یاد داده که از این قوانین عقب مانده دفاع بکنیم تا مبادا آبروی ما در جامعه جهانی بره، در حالی که زنان معترض آبروی ایرانن. و چرا جامعه جهانی؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی هرگز نمیخواد منزوی بشه و نیاز داره برای اینکه در جامعه جهانی حضور پیدا بکنه. مردم هم همین نیاز رو دارن. مردم هم دلشون میخواد جامعه جهانی تصویر عقب مونده ای از اونها نداشته باشه و تصور نکنه که حجاب اجباری فرهنگ مردم ایرانه. بیلبوردهای شهر ما برای تمام توریست ها نوشته شده که حجاب زن امنیت برای زن. این یعنی توهین به شعور تک تک مردان ایرانی. یعنی زنان توریست در تمام دنیا احساس امنیت میکنن ولی وقتی وارد ایران میشن، مرد ایرانی به مثابه یک آلت سرگردان همیشه در حال تحریکه و شما اگر خودتو نپوشونی در خطری، امنیت نداری. و اینجاست که من فکر میکنم وظیفه تک تک ماست که به جامعه جهانی نشون بدیم مردم ایران باور و تصور حکومت ایران رو ندارن و مثل همه مردم پیشرفته دنیا قائل به حق انتخاب و حرمت نگه داشتن هستن برای زنان. وقتی آقای ظریف در مجامع بین المللی حضور پیدا کرد و در مورد مذاکرات هسته‌ای و علیه تحریم تلاش کرد، من هم با صدای بلند علیه تحریم حرف زدم. اما زمانی که آقای ظریف در مجامع بین المللی حضور پیدا کرد و گفت روزنامه نگار زندانی نداریم، اعدام سیاسی نداریم و مهمتر از همه وقتی گفتن که حجاب فرهنگ ایرانه و زنان سیاستمدار هم باید به حجاب احترام بگذارن، من بهش نقد کردم. ولی این بار از طرف آقای ظریف بازخواست نشدم. اینجا سعید مرتضوی نبود که منو احضار بکنه و بازجویی بکنه. اینجا کسانی بودن که به روزنه های باریک آزادی وقتی امید میبندن هیس هیس سر میدن و هر گونه اعتراضی رو به یک سیاستمداری که ازش قهرمان ساختن ممنوع میکنن و هنوز درک نمیکنن که اگر یک سیاستمدار جایی دروغ گفت ما اعتراض نکنیم، به اون مجوز دروغ بعدی و انکار رو میدیم که از روی تک تک ما رد بشه. آقای ظریف در فرانسه
من قرار بود که با هم دیگه حرف بزنیم، ولی طبق معمول میکروفون که میاد دادم خوشش میاد و فقط خودش حرف میزنه. ولی صدای دو سال، صدای اعتراض زنان شنیده شد. ما در تمام این دو سال، منم مثل خانم مهرنگیز کار از بحث اصلی دور شدم که چرا جامعه جهانی نیاز داره، برمیگردم به این. ولی بعد از دو سال صدای ما رو زنان سیاستمدار شنیدن و به آقای ظریف اعلام کردن که چرا شما به ما حجاب اجباری رو تحمیل میکنین. آقای ظریف هم اعلام کردن که شما به فرهنگ ما احترام میگذارین. من تنها کاری که میتونستم بکنم در برابر آقای ظریف این بود که خودشون رو فتوشاپی بکنم و حجاب بر سرشون بکنم و ازشون همین سوال رو بپرسم که چه احساسی دارین شما از اینکه الان حجاب بر سر شماست؟ احساس میکنید به فرهنگ مردم ایران احترام میگذاری یا احساس تحقیر شدن میکنید؟ هر احساسی که شما با دیدن این عکس دارید، فقط برای یک لحظه، ما بیش از 3 دهه، نزدیک به 4 دهه هست که این احساس رو داریم. و این عکس باعث شد که مردان ایرانی حجاب بر سر کردن، دهن کجی به اجبار و ویدیوی یک، من همیشه این رو میگم که توجه جامعه جهانی رو جلب کردن برای موضوع حقوق بشر سخته. یه دونه جوک اگر شما بگین شاید هزاران نفر لایک بزنن، ولی اگر در مورد نقض حقوق بشر حرف بزنین دشواره که آدم‌ها بخوان به شما گوش بکنن، چون جامعه جهانی الان سوریه رو داره می‌بینه، زخم‌های بزرگتر رو داره می‌بینه و نمی‌خواد بشنوه، خسته است. اما صدای اعتراض مردای ایرانی که حجاب بر سر کردن تا بگن حجاب فرهنگ ما نیست، یک ویدیوش رو فقط 16 میلیون نفر دیدن. و تمام اون مدتی که من می‌دیدم این ویدیو دست به دست می‌چرخه، احساس غرور می‌کردم از این که بالاخره این صدا 30 سال سانسور شده ولی به گوش دنیا رسیده و ورزشکاران گام بعدی رو برداشتن. ورزشکارانی که اعلام کردن ما اگر به ایران سفر بکنیم و به حجاب اجباری تن بدیم، این یعنی ما به قانون سرکوبگر آری گفتیم. ولی این بار باز هم پیش از این که مرتضوی یا حکومت اعتراض بکنه، ما صدای هیس هیس کسانی رو شنیدیم که گفتن شما دارید ضربه میزنید به ورزش ایران، دارید جلوی توانمند شدن زنان ایرانی رو میگیرین. بیش از 30 ساله که حجاب اجباری جلوی توانمند شدن تک تک زنان رو گرفته. اعتراض به حجاب اجباری هرگز نمیتونه تحریم اقتصادی باشه، هرگز نمیتونه ضربه به مردم ایران باشه و هرگز مساوی نیست با تحریم اقتصادی. شما از زنان دنیا میخواین به یک قانون ظالمانه و شرم‌آور تن بدن برای اینکه ما رو توانمند بکنن؟ ورزشکار آمریکایی که به قانون ما اعتراض کرد، با صدای بلند مجبور شد به اون دسته از ایرانیایی که اعتراض کردن بگه من علیه ایران نیستم، من مردم ایران رو دوست دارم، ولی من علیه یک قانون زشتیم که میخواد اگر هم فرهنگ هست اون رو بر منی تحمیل بکنه که مسلمان نیستم. قدرتی که جمهوری اسلامی پیدا میکنه گاهی وقتا از همین اختلافات ماست. یعنی گاهی وقتا جمهوری اسلامی میتونه در سکوت مطلق بنشینه و شاهد این باشه که ما خودمون پنجه بر صورت هم میکشیم و با هیس هیس گفتنامون همدیگر رو ساکت میکنیم و چقدر حالا سخت میشه که ما بخوایم جامعه جهانی رو تازه متقاعد بکنیم که با ما همراه بشیم. توجیهاتی که جامعه جهانی میکنه در مورد حجاب اجباری، چون من موضوعی رو میگم که خودم انتخابش کردم به عنوان سمبل و نماد سرکوب و در همین موردم با زنان سیاستمدار و فعالان حقوق زن و حتی ورزشکاران اخیرا دیدارهایی داشتم و توضیحاتی که اونها میدن، یک موضوع داخلی حجاب و ما نمیتونیم ورود پیدا بکنیم. من رفتم پارلمان اروپا، انقدری که نماینده پارلمان اروپا از حجاب داشت دفاع میکرد، من باور نمیکنم مادر من که حجاب میکنه در تمام این سالها دفاع کرده باشه. و من با ناباوری و شگفت زده نگاش میکردم که بله، من خودم از خانواده ای میام که مادرم حجاب میکنه، به حجاب باور داره و مادر من هرگز حاضر نیست کشیده بزنه، سیلی بزنه به صورت شما و شما رو وادار بکنه که حجاب بکنید. این حکومت منه که سیلی میزنه به صورت شما. فرهنگ ما نیست. مادر من نماد فرهنگ ایرانیه. یک مادری که سواد خواندن و نوشتن نداره ولی هرگز باور نداره که باید دختر 7 ساله مسیحی غیر مسلمون، هر زنی که مهمان توی کشور ما رو وادار بکنه که لباس تن اونو بپوشه. فرهنگ ما مادران ما هستن، نه قانون ظالمانه ما. و
من وقتی دست میزنین خجالت میکشم، با اینکه همسرم به من یاد داد که اگه دست میزنن ساکت باش، ادامه نده، بذار همه حرف احساساتشون نشون بدن، ولی خجالت میکشم چون واقعا فکر میکنم که صدای آزادی یواشکی رو اینقدر زنان عادی بلند کردن که از این به بعد هر زن سیاستمداری میخواد ایران بره نگرانه، چون احساس میکنه که این صفحه اینقدر رسوا کرده این قانون ظالمانه رو که نمیتونه حجاب بر سر بکنه و یه اشاره یواشکی هم که شده نکنه به اینکه حالا این قانون تبعیض‌آمیزه. زمانی که رفتم با یکی از زنان سیاستمدار دیدار کردم، یکی از استدلالاش این بود که به ما در سفرها تاکید میکنن که برای مشکلات بزرگتر بجنگید. حجاب یک موضوع کوچیکه و ما خودمون در اروپا میجنگیم توی هیئت مردونه که یکی از زنان رو هم همراه بکنن. وقتی هم که وارد ایران میشیم بخشنامه به ما میدن و به ما یاد میدن که چطور حجاب سرمون بکنیم. این زن که نماینده پارلمان اروپاست میگفت من در هیئت مردانه هیئت پارلمان اروپا برای اونها لکچر دادم تا توضیح بدم که این روسری که من باید سرم بکنم سخته، شما همراه من باشین، پشت من بیستین تا من اعتراض بکنم. و رفتم در صفحه آزادی یواشکی عکس‌ها رو آوردم و نشون دادم تا متقاعد بکنم که همراه من باشن. گفتن ما باید بریم برای مشکلات بزرگتر، ما مشکلات حقوق بشر، زندانیان سیاسی اونجا هستن. و وقتی برگشتن برای من یک عکس فرستاد که همون روسری رو به شکل زنان ایرانی گرفته بود روی سرش و نماد اعتراض به حجاب اجباری، و منو دعوت کرد که برم در پارلمان اروپا. و وقتی رفتم بهش گفتم که اگر این زنان اعتراض میکنن به حجاب اجباری، مسئولیت پارلمانی ندارن، امنیت ندارن. هر کدوم از این زنان رو به خاطر همین عکس‌ها اگر بازداشت بکنن حکم زندان دارن بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، ولی شما مسئولیت پارلمانی داشتین. و نکته‌ای که اشاره کرد این بود که شما چرا یقه مردان سیاستمدار رو نمیگیرید؟ چرا فکر میکنید که فقط من به عنوان یک زن مسئولم که به حجاب اجباری اعتراض بکنم؟ وقتی که مردان همراه ما، مردان پارلمان اروپا کنار من میستن که من اون روسری رو چجوری سرم بکنم و یک شکل و شمایل تحقیرآمیزی با شکلی که اصلا خودم نیستم، هویت واقعی نیستم، در جلسه با آقای ظریف شرکت بکنم، در جلسه با مسئولان جمهوری اسلامی شرکت بکنم. برای همینه که میگم ما راه درازی در پیش داریم، به خاطر اینکه حتی نمایندگان پارلمان اروپا هم فکر میکنن که برای مشکلات بزرگتر باید بجنگن، در حالی که همین نماینده ها وقتی برگشتن هیچ زندانی رو نتونستن آزاد بکنن. نرگس محمدی به خاطر دیدار با کاترین اشتونی که اتفاقا حجابش رو به زیبایی هم سرش کرده بود الان در زندانه و بازخواست شده و حساب پس داده. حالا صدایی هم نه تنها از کاترین اشتون بلند نمیشه، کسانی که بیرون ایران هستن وقتی ما صدای نرگس محمدی رو بلند میکنیم میگن هیس، چون الان بحث مذاکرات هسته‌ای به ثمر رسیده، قبلا خط قرمز مذاکرات هسته‌ای بود، الان خط قرمز جدید توریست ها هستن. جلوی صنعت توریست رو نباید بگیریم، درها تازه باز شده، اشکالی نداره نرگس محمدی الان تو زندانه. وضعیت عربستان رو نگاه بکنی، ما راه دشواری رو در پیش رو داریم، ولی باور دارم به قدرت تک تک شهروندان عادی، فعالین حقوق بشری که بدون شناسنامه هستن، فعالینی که اساساً برای نام، برای نشان و هیچ وقت مثل من و بقیه فعالان حقوق بشر توی تلویزیون ها نیستن، شهروندانی هستن که به تنهایی یک رسانه شدن، به تنهایی یک کنشگر شدن و صداشون به گوش دنیا رسیده. گمان نمی کنم از این پس انکار این جریان آسان باشه. حکومت کردن و زور گفتن بر شهروندی که به جای جوک گفتن در شبکه‌های اجتماعی به تنهایی یک معترضه آسون نیست. برای همین من به تغییر کوچیک ایمان دارم، چون زنی که میتونه اختیار و کنترل سرش رو داشته باشه قطعاً میتونه کنترل آنچه که در سرش هست رو داشته باشه و اجازه نمیده. الان خبرنگاری که کنار آقای ظریف بوده، خبرنگاری که در روزنامه دولتی ایران فعال بوده در زندان هست
و متهم به این که نه تنها با آقای ظریف رابطه غیر شرعی داشته، بلکه با 4 وزیر دیگه رابطه غیر شرعی داشته. برای چی من مثال این خانم رو میزنم؟ به این دلیل که همیشه فکر میکردم چقدر تلخ برای یک زن که فعال روزنامه نگار و رسانه‌ای باشه، ولی به جای اینکه اندیشش رو نقد بکنن، به جای اینکه گزارشش رو نقد بکنن، انگشت اتهام همیشه به سمت جنسیتش هست. من فاحشه لقب گرفتم. من کسی بودم که در داخل ایران فقط به خاطر اینکه افشای فساد نمایندگان مجلس رو در روزنامه های ایران فقط راجع به فیش حقوقیشون نوشتم، ولی از دیدگاه اونها و در قاموس اونها با انواع و اقسام مردان سیاستمدار رابطه جنسی و غیر شرعی داشتم. حالا واقعا تعجب هم میکنم که منو چقدر توانمند دیدن که هر هفته با یک مرد هم مینوشتن رابطه دارم. و این انقدر اون موقع برام تلخ بود، اما از زمانی که شروع کردم به نوشتن احساس قدرت کردم. از زمانی که راجع به خشونت حرف زدم احساس کردم دیگه قدرت دارم، دیگه قربانی نیستم. برای همینه که فکر میکنم با اینکه کسی اینجا وایستده که دیگه حرف نزنم، دعوت میکنم از تک تک شهروندان عادی که نترسن از حسیسای بعد از جنگ، حسیسای بعد از انقلاب، حسیسای بعد از اصلاحات و حالا هم حسیسای کسانی که میگن عربستان وضعیتش بدتره یا اسلام هراسی نکنید، آبروی ایران رو نبرید. نترسید، همه با صدای بلند در مورد نقض حقوق زنان حرف بزنید. حقوق شما کوچیک نیست. حتی اگر تحقیرتون کنن، مسخرتون کنن، بگن ما مشکلات بزرگتر داریم، بگین بله، ولی من اگر نتونم این مشکل کوچیک رو حل کنم، مشکلات بزرگتر رو هم نمیتونم حل کنم. اگر شما رو تحقیر کردن، اگر شما رو تحقیر کردن و به شما گفتن برای دیده شدنه، برای شهرت، برای معروف شدنه، بگید بله، چون ما زنان یک عمر رای بندن دیده شدنمون دادن. ما نسل یا الله گفتنهای مردان ایرانی هستیم، کسانی که گمان می بردن تا یا الله میگن باید بریم تو پستو قایم بشیم، ولی نه تنها قایم نشدیم، آینه دق خیلی از مردانی شدیم که از قانون شرم‌آور حجاب اجباری هنوز هم دفاع میکنن. یعنی برم آخرین جمله رو میگم، آخرین جمله رو هم میگم، من اصلا قائل به این نیستم که موضوع حجاب اجباری یک موضوع زنانه است. اصلا باور به این ندارم که حق سفر و گرفتن پاسپورت زنان یک حق زنانه است. نه، این توهین به شعور تک تک مردانه که میرن در استادیوم های آزاد، در استادیوم 100,000 پسری، ولی اصلا براشون مهم نیست که زنان حضور پیدا نمی کنن. به قول پروانه فروهر، این توهین به شعور مرد ایرانیه که رو دیوارهاش نوشته شده زن اگر خودش رو نپوشونه مرد تحریک میشه و حجاب زن رو نشانه غیرت مرد دونستن، یعنی مرد ایرانی رو مثل حیوان تلقی کردن. پس اگر صدای مرد ایرانی بلند نشه، نه تنها بلند نشه، ما رو هم هیس کنه و ساکت بکنه، داره خودش این توهین رو میپذیره. برای همینه که در تمام این 2 سال تلاش کردم نه تنها زنان، ولی به مردان هم بگم کنارمون باشین، و خودم هم باورم نشد که مردان چقدر زیبا و بی‌نظیر کنار زنان بودن، حجاب بر سر کردن، در حالی که مادرانشون بدون حجاب، خواهرانشون بدون حجاب بودن. و این عکس فرهنگ ایرانه. نگذارید کسی به شما بگه آبروی ایران رو میبرید. فرهنگ اعتراض رو باید تشویق بکنیم و با صدای بلند بگیم سکوت در برابر ظلم بی آبرویه. هر کسی اعتراض میکنه برای ایران آبرو میخره. ممنونم که تحمل کردید. دستزدنهای شما رو واقعا تقدیم میکنم به تک تک آدمهایی که سوار دوچرخه مستقیم به رهبری جمهوری اسلامی گفتن فتوای شما حق زندگی رو از ما نمیگیره. یادتون باشه ما مسلح نیستیم، ولی اونایی که مسلحن از ما میترسن. تغییر در ایران اتفاق نمیفته مگر از مسیر زنان ایرانی. سپاس از همه شما دوستانی که تا این لحظه با ما بودید.
به امید دیدارتون سال بعد برنامه دیگری از این گروه تنظیم کننده تلاش برای حقوق بشر در ایران.